درود حامد جان، سپاس از اینکه یک بار دیگه به برنامه خودت اومدی. امروز ظهر برای من یک ویدئویی فرستادی از یک بیمارستانی در قم. خیلی دوست دارم که خودت بیشتر توضیح بدی و بگی که چرا این ویدئو توجه تو رو به خودش جلب کرد و چرا اهمیت داره که در مورد این موضوع صحبت کنیم. شربین گرامی، درود به بینندگان و شنوندگان یونیکا. اولا 8 مارس روز جهانی زن رو به همه زنان ایرانی و خانوم ها و دختران ایرانی بیرون از ایران تبریک میگم. سال فوق العاده ای رو پشت سر گذاشتن به این خاطر که بدون تعارف اینها هم نبض مبارزه و هم پیشرو در مبارزه بودن و مردها هم کنار اونها تلاش گسترده کردن برای دستیابی به آزادی. قبل از اینکه در مورد مزاحمت این آخوند در بیمارستان قم صحبت بکنم، اشاره بکنیم که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گزارشی رو که احتمالاً به مناسبت 8 مارس بوده در مورد سرکوب گسترده تظاهرات سال 1401 بعد از کشته شدن مهسا امینی در مقر گشت ارشاد در تهران منتشر کرده. بر اساس استدلال، شواهد و مدارکی که توجیه حقوقی شده، اثبات کرده که آنچه که جمهوری اسلامی در تظاهرات علیه مردم به ویژه زنان استفاده کرد هیچی نبود جز جنایت علیه بشریت. این جنایت علیه بشریت که عبارت رو به کار برده جنبه حقوقی داره، صرفا فقط این نیستش که یک بار سیاسی داشته باشه. دلایلش رو برشمرده که چرا در زمینه جنایت علیه بشریت قلمداد میشه. به عنوان مثال به تعداد و آمار کشته شده ها اشاره میکنه و میگوید از آنجایی که مقامات جمهوری اسلامی با وجود اینکه دستور رو صادر کردن برای نیروهای مسلح از جمله سپاه و بسیج و لباس شخصی ها و از جمله اینکه دستور استفاده از سلاح گرم رو صادر کردن و بسیاری از معترضین با گلوله های جنگی و سلاح های جنگی کشته شدن و همچنین مقامات جمهوری اسلامی با اعلامیه ها و بیانیه های خودشون زمینه گسترده سرکوب رو فراهم کردن، همه اینها رو این پازل بغل هم قرار داده، گفته به صورت سازماندهی شده جمهوری اسلامی اقدام به کشتار وسیع مردم کرده با سلاح گرم. از جنایت علیه بشریت، آن هم علیه آنهایی اعمال شده که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها شعار می‌دادن دنبال حق و حقوق اولیه خودشون بودن. گزارش مفصلی است، اغلب رسانه‌ها کار کردند. خوشبختانه نوع گزارش طوری بوده که اغلب گروه‌های سیاسی رو در واقع راضی کرده، انتقادی بهش نشده، برخلاف گزارش‌های گذشته سازمان ملل که عموماً یکی به نعل می‌زدن یکی به میخ، یا می‌دانیم به خاطر انتخاب یکی از نماینده‌های جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ماه‌های گذشته خیلی حرف و حدیث زیاد بود، گزارش واقعاً منصفانه و منسجمی بود. البته گویا خورده به رگ عصب جمهوری اسلامی، بلافاصله امروز وزارت خارجه سخنگوش واکنش نشون داده، کمیته رو محکوم کرده و گفته گزارش مغرضانه است و وارونه نمایی است. حالا من دقیقا نمیدونم منظورش از وارونه نمایی چیه، یعنی مردم جمهوری اسلامی رو کشتار کردن، مردم جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه حقوق بشر شدن و اینا. در همین دوره‌ای که خب به هر حال فضای بین‌المللی تمرکزش رو گذاشته روی مبارزه زنان، به ویژه زنان خاورمیانه و به طور مشخص ایران، ویدیویی در میاد از یک بانوی جوانی که در یک مرکز درمانی، حالا یا کلینیک یا بیمارستان در قم، مضطرب کلافه تو اون شلوغی نوزادش رو برده به بیمارستان و درگیر کارهای اداری و رفع رجوعی که خب همه میدانیم چه استرسی داره. اونجا عوض اینکه خب به هر حال بهش کمک بشه، یک آخوند مزاحمی سر راه وایسته دقیقا مثل دسته بیل شوی و به جای اینکه کمک این زن بکنه یا به هر حال سوری داشته باشه برای اون فضایی که هستش، شروع کرده به فیلم گرفتن از این زن که بی حجاب است. دو سه بارم گویا متلک و تذکر بهش داده، زن رو کلافه کرده و بعد دست آخر که شروع کرده به ویدیو، زن ازش خواسته اون ویدیو رو پاک کنه، گفته حال من اصلا خوش نیست و اینها و شروع کرده به عصبی کردن اون هم. و به هر حال بچهش تحت فشار، مریض، تنهاست و عصبی میشه، شروع میکنه به داد و فغان کردن.
اول اینکه یک بار دیگه مهر تایید بود بر مزاحمت آخوندی. هیچ سودی برای مردم ندارن جز مزاحمت در 45 سال گذشته. اینها چیزی جز داعش نیستن و مردم هم این رو فهمیدن. نکته مهم اینجا اینه که به هر حال یک زن به هر حال درست عصبی شده ولی از حقوق خودش داره دفاع میکنه. او رو مجبور میکنه که ویدیو رو پاک کنه. خوشبختانه برخلاف گذشته که مردم بیشتر تماشاچی و نظاره‌گر بودن، میان جلو و به اون آخوند و مزاحم معترض میشن. او رو تحت فشار قرار میدن. فراموش نکنیم، میدانیم که کنایه زدن به آخوند و انتقاد به اونها چه مصیبتی داره، اونم در شهر مذهبی مثل قم، که کافیه به اینها بگی بالای چشمت ابروه. حوزه علمیه شروع میکند به کفن پوشیدن، بسیج و سپاه به خط میشوند، بیانیه مراجع تقلید صادر میشه، از رئیس کلینیک گرفته تا مردمی که در ویدیو آن همه شناسایی میشن، اون بالایی اخراج میشن، مدیر و مسئولین اون درمانگاه رو عاجز میکنن و قصه هایی که همه میدنید. با وجود اینها در این شهر مذهبی میان و کم آخونده باید بیست. جالب اینجاست که افرادی که میان مشخص عوام و ناس، مردم عادی هستن، خیلی از اونهایی که میان اونجا چادر سرشونه که معترض میشن به اون آخوند. به نظرم این ویدیو در واقع نمایی، سمبولی، نشانه از ارتقاء وضعیت جامعه ما داره در مقابل ظلم و ستمی که مسترش رأس اون آخونده هستن و سپاه هم از اونها پشتیبانی میکنه. دو سه مورد دیگه هم از این اتفاقات قبلا افتاده بود که به هر حال مردم اومدن پشتیبانی کردن از زنی که مورد هجمه این آخوندها قرار گرفته یا بسیجی ها اون اذیت آزار میدن. فراموش نکنیم شجاعت مصریست. وقتی که یک جایی یک حرکتی انجام بشه که مردم عادت کنن به اون، دلاوری رو عادت بکنن، شجاعت رو عادت بکنن، سایر بخش‌های جامعه هم اون رو یاد میگیره، بارور میکنه، تقویتش میکنه. این درست چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه. یعنی جایی که ببینه مردم متحدن، نمیگوین حالا میشود کارزاری باشه شبیه انتخابات، یا میتواند یک حرکت اجتماعی باشد مثل تظاهرات مسالمت‌آمیز، یا حتی در ابعاد وسیع‌تر کنار زدن حکومت و تنبیه نظامی که به مردم ظلم کرد. آمه جان به نکته بسیار مهم اشاره کردی. در حقیقت شما به اون نکته اشاره کردی که از دید بسیاری از کارشناس ها هم مهمه و اون سرایت شجاعت و سرایت نشون دادن اکت های هرچی ملموستره. ما روند رو از دست کم یک سالی گذشته شاهدش هستیم، روندی که داره اتفاق میفته. شاید چند سال پیش اگر همچین ویدئویی منتشر میشد هممون تعجب میکردیم و میگفتیم موردیه، ولی دست کم در یک سال نیم گذشته ما شاهدیم بودیم که بسیار پرتکرار این موارد داره تکرار میشه و شما ویدئوهای بسیاری رو از عمام پرانی دیدید و حتی بعد از اون حمایت افراد، من اینجا نمیخوام بگم فقط زنها از هم دیگه، مردها و زنها، خواهران و برادران ما دوشا دوش یک دیگه از هم دیگه حمایت میکنن. و حامد این پرسش رو میخواستم مطرح بکنم، این حمایت ها با توجه به اینکه ما به عید باستانی نوروز نزدیک میشیم و مطمئنن در روزهای آینده ما چند رویداد مهم رو هم در پیش داریم، یکیش دربی پایتخته و دیگری چهارشنبه سوریه. من با خود نوروز کاری ندارم و خودت هم میدونی که چه در بازی‌های فوتبال، البته اگر برنامه این بازی تغییر نکنه، و چه در مراسم چهارشنبه سوری مردم تا چه حد به شادی و پایکوبی و ابراز مخالفت با رژیم میپردازن. دوست دارم این دوتا رویداد رو یک بررسی داشته باشیم و ببینیم چطور ما میتونیم دوشا دوش هم دیگه و در کنار هم دیگه از هم حمایت بکنیم و مانع خشونت و در حقیقت ابراز خشونت از سمت رژیم و کارگزارانش باشیم. اگر نخواهیم طولانی صحبت بکنیم، حکومت از چند مورد میدانیم که میترسه. یکی اتحاد مردمه، پیوند اونها بر اساس باورهای مشترک میهنی و باستانی است و اینکه دختر پسر به جایی برسن که وقتی کنار هم قرار میگیرند خودشان را در قالب یک عضو از جامعه ای بدانند که در مقابل یک ظلم ایستادند. جمهوری اسلامی از این وحشت داره.
در مورد مبارزات مردم ایران بر اساس موقعیت فرهنگی، هویتی، ملی، باستانیش و خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی، نوع مبارزه‌ای که علیه حکومت اغلب افراد انتخاب کردن و سرش اشتراک نظر دارن، شروین شادمانی و رقصه. در تاریخ باستان ما هم این هست. وقتی که در مقابل ظلم اکثریت مردم انتخاب میکنن که حتی در سخت‌ترین شرایط دوران سوگ رو که کنار میذارن، در اون دوران نمونن، رخت عزا رو از تن به سرعت در بیارن و بیان دوباره در مقابل حکومت قد علم بکنن، این شادی رو و رقص رو، پایکوبی رو جزء بخشی از مبارزات خودشون میدونن که در سلول سلول اون هست. مردم ما مردم سوگوارزی نیستن. به خاطر همینه در منطقه مثل کردستان که تا سال گذشته عزادار هممیهنان ما بوده، دختران رشیدی مثل مهسا امینی، بلافاصله میبینیم زمانی که به مراسم باستانی پیش از نوروز نزدیک میشیم، دختر و پسر در کنار هم متحد میرقصند و شادی میکنند و بوته های آتش روشن میکنند. در بوشهر دیدیم که هفته گذشته فستیوال موسیقی کوچه، موسیقی محلی از سر تا سر ایران بدون اینکه بحث قومیت مطرح باشه، میاند و اجرا میکنند، در حاشیه جوانان میزنند و میرقصند و برای حکومت یک چالش بزرگ درست میکنه. ما با یک حکومتی طرفیم که بی‌شباهت به زندگی خفاش نداره. اینها از نور وحشت. این نور در خصلت ما خودش رو با در خصلت ما ایرانی خودش رو با شادی و زیبایی و بهار نشون. همونطوری که جامعه دچار تحول میشه ناخواسته و این تحول رو از خانه تکانی و خرید نوع لباس نو و زیبا شدن صورت‌ها و تغییر فصل و هر جای کشور که نگاه می‌کنیم شروع می‌کنه به دگرگونی، این فصل دگرگونی یک پیوند مشترک بین سراسر مردم ایران ایجاد می‌کنه. یکی از پیوندها سمبلش چهارشنبه سوری است که از نظر تاکتیکی اتفاقا شاید لازم باشه در گوشی گفت مردم نیمه مسلح هم هستن. جمهوری اسلامی فوق‌العاده می‌ترسه از این قضیه. بارها هم دیدیم نقره داغ شده در چهارشنبه سوری یا روزهای مانده بود. در مورد داربی هم همینطور. اتفاقا فوتبال جاییست که مردم میتونن خودشون رو ابراز کنن، فریاد بزنن، حول شعارهای مشترک جمع بشن. فراموش نکنیم حکومت برای اینکه بین تماشاگران فوتبال اختلاف بندازه، پروژه های سنگینی رو در دو سه سال گذشته پیاده کرد. اگر خاطرتون باشه ورزشگاه‌های ما پر بود از رضا شاه روحت شاد، شعارهای ملی سر می‌زدن، علی حکومت موزه می‌گرفتن، حکومت اونجا بسیار بسیار ضربه پذیر شده بود. این شجاعت تماشاگران روی سکوها به بعضی از بازیکنان منتقل شده بود. علی پروین، علی دایی، چند تا از فوتبالیست‌های دیگه پشت کار اومده بودن و یک جنبش استادیومی درست شده بود. حامد جان ببخشید، علی پروین، من بعد متوجه شدم. علی دایی پشت کار آمده بود و شروع کرد اختلاف انداختن در هیئت مدیره های باشگاه، رقابت های مصنوعی و بی‌معنا ایجاد کردن بین هوادارهای فوتبال، رنگ های قرمز و آبی، و از اون طرف هم در شهرستان ها شروع میکرد به تحریک تیم طرفداران تیم های مثل تراکتورسازی تبریز و سپاهان علیه دو تا تیم تهرانی. این پروژه بزرگ رو پیاده کرد به هر حال و تلاش زیادی کرد با پول پاشی و خرج کردن و این بازیکن نگیر رو به اون تیم بودجه نده، به اون تیم بیشتر بده و چیزهایی که میتونست تحریک آمیز باشه، به هر حال یه مقداری اون جو رو کنترل کرد. اما هر مسابقه پتانسیل این رو داره که با یک سوت اشتباه دوباره یک استادیوم به کانون اعتراضات تبدیل بشه. در این ردخور نداره، یعنی پروژه حکومت موقته، این همه پولم خرج میکنه و فکر میکنن اتاقای مثلا فکرشون، همه این پروژه ها تجربه نشون داده موقته. بنابراین ما تا عید دو پتانسیل بزرگ داریم. نگفتن امانت، نمیشه پیش بینی کرد واقعا روحیه مردم ایران رو. در جای دلار شد ده، قیمتش به 10,000 تومان رسید، مردم کشور رو سر حکومت خراب کردن، قیمت دلار افزایش پیدا کرد، دیدیم واکنش نداشت. در جای دیگه به بنزین واکنش نشون دادن، در جای دیگه کشاورزان. نمیخوام مطلق بگیم که این اتفاقات میفته، میگیم پتانسیلش هست. همیشه هم تکرار میکنیم که یک بار مردم برای همیشه حکومت رو کنار بزنن کار نیست، و این حکومته که باید تقلا بکنه که بمانه. بنابراین کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانی نیست. در مورد اینکه پیوندهای ملی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، شبین اگرم خاطر داشته در تمام این سالهای گذشته جمهوری اسلامی تلاش میکرد زمانی که به هر حال
نویسنده ها، روزنامه نگاران، مجریان برنامه، برنامه ساز ها میشینند و هول و هوش نوروز میخواستن مردم رو به پیوند در واقع برسونن، مسخره میکردن که مگر میشود با گفتن از لباس نو، دگرگونی های جامعه و فصل بهار و نوروز باستانی یک حکومت مثل آخوندها رو زد زمین. امروز ما میفهمیم به چقدر این پیوندهای ملی به ما کمک میکنه. کردستان شعار میدن به نفع مردم سیستان، در سیستان و بلوچستان شعار میدن به نفع مردم گیلان، در شهر بندر پهلوی تماشاگران میگن سیستان به یاد تو هست. این چیزی که جمهوری اسلامی نمیپسنده. سپاس حامد جان، به موضوعات بسیار مهمی اشاره کردی. مطمئنن با نزدیک شدن به روز چهارشنبه سوری، البته من فراموش کردم 24 اسفند زادروز رضا شاه بزرگ رو نام ببرم در یکی از رویدادهایی که در روزهای جاری ما در پیش رو داریم، ولی در روزهای آینده و با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری مطمئنن ما برنامه‌های بیشتری خواهیم داشت، گفتگو خواهیم کرد در این زمینه، خصوصا با توجه به اینکه بسیاری از دوستان در خصوص نافرمانی‌های مدنی و همچنین یک استراتژی دیگه داریم، مبارزات شرافتمندانه، یا اسمش رو شما یه چیز دیگه میذاری خانم جان، خیلی هم راجع به این استراتژی صحبت کردی، خرابکاری شرافتمندانه، درسته؟ میتونه خرابکاری شرافتمندانه محل محور. دقیقا راجع به این صحبت خواهیم کرد در آینده. سپاس از اینکه با ما بودی و بار دیگه از دنبال کننده هامون درخواست میکنیم که با کامنت ها و لایک هاشون از ما حمایت کنند.